فصل چهاردهم، برکات ترس مقدس. پس ختم تمام امر را بشنویم، از خدا بترس و امامر او را نگاه دار، چون که تمامی تکلیف انسان این است. جامعه 12:13. ما به شکل گسترده‌ای درباره ترس خداوند بحث و بررسی کردیم. با این وجود برای ما غیر ممکن است که کامل باشیم. ترس خداوند موضوعی است که نمیتوان به طور کامل آن را به پایان برد. مهم نیست که چه تعداد کتاب در این باره نوشته شود. این یک مکاشفه پیوسته است. این همان محبت حقیقی خداست. امثال 23:17 میگوید به جهت ترس خداوند تمامی روز غیور باش، اما ما نمی توانیم در برابر خود آتش آنقدر غیور باشیم. چون پرداختن به تمام جزئیات ترس خداوند در یک محدوده موضوعی محال است، به همین ترتیب تعریف کردن و توضیح دادن آن نیز امری دشوار است. این موضوع در برگیرنده یک گستره وسیع مانند نیروی محبت خداوند است. تعریفی که من ارائه کردم محدود و صرفاً یک شروع است، زیرا بیان و تشریح تغییر شکل یافتن درونی قلب با واژگان غیر ممکن است. ما در دانش مکاشفه خداوند تا ابدیت به طور پیوسته رشد خواهیم کرد. به طور نسبی مکاشفه محبت او و ترس مقدس ما نسبت به او افزایش خواهد یافت. ترس از انسان در تضاد با ترس از خداوند است. ترس از انسان دام می گستراند. ما این ترس غیر مقدس را در مقیاس کوچک با این فرض که در ارتباط با درک ترس خداوند است بررسی کردیم. اغلب ما می فهمیم که چه چیزی جزء تعالیم اولیه است و چه چیزی نیست. با این فرض من ترس از انسان را تعریف خواهم کرد. ترس از انسان ماندن در خطر، استراب، ترس، دلهوره، شک یا لرزیدن در برابر انسان فانی است. این به دام افتادن توسط این نوع ترس زندگی را به سمت گریز، پنهان شدن از ترس آسیب دیدن یا سرزنش شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن می کشاند و فرد پیوسته در حال اجتناب از رد شدن و مواجهه است. چنین افرادی به تدریج آنقدر گرفتار حفاظت از خود می شوند که به زودی در خدمات خود برای خدا بی اثر می شوند. از کاری که این افراد می توانند انجام دهند باید ترسید. آنها خدا را نیز تکذیب خواهند کرد. ترس از خدا شامل احترام گذاشتن، تکریم و مقدس شمردن خداوند است. هرچند محدود به این موارد نمی شود. زیرا ما خوانده شدیم که در حضور او با احترام و ترسان بایستیم. ترس مقدس ما به خدا جایگاه جلال، پرحرمت، شایسته پرستش و ستایشی را که او سزاوارش است می دهد. توجه کنید که این آن چیزی است که او شایستش می باشد، نه آن که ما فکر کنیم او سزاوارش است. هنگامی که ما خواست او را بالاتر و فراتر از خواست خود قرار داده و برایش ارزش قائلیم و از آنچه او متنفر است متنفریم و آنچه را که او دوست دارد دوست داریم و در حضور او و کلام او با ترس و احترام حاضر می شویم، او این جایگاه والا را در قلب و زندگی ما حفظ خواهد کرد. این کلام را بشنوید و بر روی آن تفکر کنید. شما آنچه را که از آن می ترسید خدمت خواهید کرد. اگر از خدا می ترسید، او را خدمت خواهید کرد. اگر از انسان می ترسید، انسان را خدمت خواهید کرد. شما باید انتخاب کنید. اکنون می توانید درک کنید که چرا سلیمان پس از یک زندگی مملو از موفقیت و در این حال سخت می تواند بگوید پس ختم تمام امر را بشنوید، از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار، چون که تمامی تکلیف انسان این است. جامعه 12:13. سلیمان در تمام طول زندگیش در جستجوی حکمت بود. او آن را به دست آورد و حکمت راهنمای او به سوی موفقیت‌های عظیم بود. با این وجود او در سال‌های پایانی زندگی دچار یک دوران سخت و ناملایمات گردید. ترس خداوند در قلب او ضعیف و محو شد. او دیگر از دستورات خداوند اطاعت نمی کرد.
و از میان اقوام دیگر هم سرانی برگزید و شروع به پرستش و خدمت خدایان آنها نمود. او در پایان زندگیش پشت سر خود را نگریست و پس از تأمل فراوان کتاب جامعه را نوشت. در این کتاب سلیمان زندگی بدور از ترس خداوند را شرح می دهد. پاسخ او به تمام سوالات باطل عباطیل است. در پایان کتاب او نتیجه می گیرد که تمام زندگی در ترس خداوند و نگاه داشتن احکام و دستورات او خلاصه می شود. برکت های ترس خداوند. من شما را به خواندن کتاب مقدس و پیدا کردن بخش هایی که در آن به موضوع ترس خداوند می پردازد تشویق می کنم. آنها را برای آینده به عنوان یک مأخذ ثبت کنید. من در جستجوی خود توانستم بیش از 50 صفحه تایپی گردآوری کنم. همچنین توانستم وعده های بسیار آشکار و مشخصی را برای کسانی که از خدا می ترسند پیدا کنم. اجازه دهید بخش اندکی از آنها را با شما در میان بگذارم. ترس خداوند قلب‌های ما را در جایگاهی قرار می‌دهد که پاسخ‌ها را دریافت می‌کنیم. او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشک‌ها به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. عبرانیان 5:7. ترس خداوند ما را مطمئن می سازد که عظمت احسان او فراوان است. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست. اردو زده ایشان را می رهاند. مزمور 34:7. ترس خداوند تضمین کننده توجه دائمی خداوند است. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند. مزمور 33:18. ترس خداوند موجب تدارک و تأمین او می‌گردد. ای مقدسان خداوند از او بترسید، زیرا که ترسندگان او را کمی نیست. مزمور 34:9. ترس خداوند ما را مشمول یک محبت عظیم می سازد. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلند تر است، به همانقدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. مزمور 103:11. ترس خداوند نیاز ما را به خوراک برطرف می سازد. ترسندگان خود را رزقی نیکو داده است، عهد خیش را به یاد خواهد داشت تا ابدالآباد. مزمور 111:5. ترس خداوند وعده حفاظت می دهد. ای ترسندگان خداوند، بر خداوند توکل نمایید. او معاون و سپر ایشان است. مزمور 115:11. ترس خداوند خواسته های ما را برآورده می سازد و ما را از آسیب می رهاند. آرزوی ترسندگان خود را به جای می آورد و تضرع ایشان را شنیده ایشان را نجات می دهد. مزمور 145:19. ترس خداوند حکمت، درک و تدبیر می بخشد. ابتدای حکمت ترس خداوند است و معرفت قدوس فتانت می باشد. امثال 9:10-11. ترس خداوند اطمینان بخش و حافظ من در رویارویی با مرگ است. در ترس خداوند اعتماد قوی است و فرزندان او را ملجا خواهد بود. ترس خداوند چشمه حیات است تا از دامهای موت اجتناب نمایند. امثال 14:26-28. ترس خداوند موجب آرامش ذهن و خاطر جمعی می گردد. اموال اندک با ترس خداوند بهتر است از گنج عظیم با استراب. امثال 15:16. ترس خداوند منجر به کمال شادی و رضایت می شود. ترس خداوند مؤدی به حیات است و هر که آن را دارد در سیری ساکن می ماند و به هیچ بلا گرفتار نخواهد شد. امثال 29:23.
ترس خداوند به سوی ثروت و افتخار در زندگی هدایتمان می کند. جزای تواضع و خدا ترسی دولت و جلال و حیات است. امثال 22:4. ترس خداوند ما را در مسیر زندگی حفظ می کند. و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که از احسان نمودن به ایشان بر نخواهم گشت و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند. ارمیا 32:40. ترس خداوند خانه ایمن برای من فراهم می سازد. و واقع شد چون که قابله ها از خدا ترسیدند خانه ها برای ایشان بساخت. خروج 1:21. ترس خداوند ما را هدایت کرده و مسائل را شفاف می سازد. کیست آن آدمی که از خداوند می ترسد او را به طریقی که اختیار کرده است خواهد آموخت. مزمور 25:12. ترس خداوند منجر به کمال خوشی در کار و رسیدن به یک زندگی مبارک می شود. خوشا به حال هر کس خداوند می ترسد و بر طریقهای او سالک می باشد. عمل دستهای خود را خواهی خورد. خوشا به حال تو و سعادت با تو خواهد بود. زن تو مثل مو بارآور به اطراف خانه تو خواهد بود و پسرانت مثل نهال‌های زیتون گرداگرد سفره تو. اینک همچنین مبارک خواهد بود کسی که از خداوند می‌ترسد. مزمور 128:1-4. ترس خداوند موجب موفقیت ما در رهبری می‌شود. و از میان قوم مردان قابل را که خدا ترس و مردان امین که از رشوه نفرت کنند جستجو کرده بر ایشان بگمار تا رؤسای هزار و رؤسای صد و رؤسای پنجاه و رؤسای ده باشند. خروج 18:21. خدای اسرائیل متکلم شد و صخره اسرائیل مرا گفت آنکه بر مردمان حکمرانی کند عادل باشد و با خدا ترسی سلطنت نماید. دوم سموئیل 23:3. اینها بخشی از وعده های خدا برای کسانی است که از او می ترسند. وعده های بسیاری وجود دارد. شما را به پیدا کردن آنها از طریق مطالعه کلام خدا تشویق می کنند. سخن پایانی. ترس خدا قلب ما را نورانی و روشن می سازد. بدون توجه به اینکه چه مدت است نجات یافته ایم. در واقع این کلید مقدماتی برای دریافت نجات است. پولس اعلام می کند ای افراد خدا ترس، این پیغام نجات برای ما فرستاده شد. اعمال 13:26. بدون ترس مقدس ما قادر به تشخیص نیاز خود به نجات نیستیم. مهم نیست در چه جایگاه روحانی قرار دارید. تشویقتان می کنم که با من دعا کنید. اگر پیشتر خود را به خداوند تسلیم نکرده اید، اکنون زمان تسلیم کردن زندگیتان به اوست. شما کلام را شنیده اید و ایمان در قلبتان ایجاد شده است. اگر روح القدس در شما یک الزام عمیق ایجاد کرده و آماده ای ترک دنیا و برگشتن از گناهان و تسلیم کامل خود به او هستید، اکنون زمان این کار است. اکنون وقت آن است که تصمیم بگیرید تمامیت زندگی خود را تسلیم خداوندی او سازید. اکنون زمان انجام این کار از طریق دعاست. ای پدر آسمانی، به نام عیسی خود را فروتن می سازم و به سوی تو خود را می کشانم تا محبت و فیض تو را بجویم. کلام تو را شنیدم و مشتاق محبت و ترس تو هستم. اکنون درون قلبم شناخت تو متولد می شود. می خواهم مرا برای زندگی گستاخانه و خالی از احترامی که نسبت به تو بیش از آمدن به سویت داشتم ببخشی. از تمام بی حرمتی ها و ریاکاری هایی که در زندگیم داشتم توبه می کنم. به سوی تو باز می گردم عیسی. ای منجی و خدای من، تو خدای من هستی، آقای من، و من تمام زندگیم را به تو می سپارم. مرا با محبت و ترس مقدست پرساز. می خواهم تا
تو را از نزدیک در گستره ژرف‌تر از آنچه تا به حال هر چیز و هر کس دیگر را شناختم بشناسم. من نیاز و بستگی خود را به روح القدس می شناسم و می خواهم مرا اکنون پر سازی. خداوند تو در کلامت وعده داده ای آنگاه که به سویت با تمام قلب خود بازگردم، روح القدس تصویر و شخصیت تو را برای ما می گشاید و من از جلال به جلال تغییر خواهم کرد. همچون موسی من نیز می خواهم روی تو را ببینم. در این جایگاه مخفی و رازآلود من نیز دگرگون خواهم شد. خداوندا عیسی، از تو برای فیض و محبت فراوان و عظیمت که به من ارزانی داشته ای، برای همه ی آنچه که انجام داده ای و تمام آنچه که انجام می دهی سپاسگزارم. جلال و حرمت و ستایش از حال تا ابدالآباد بر تو باد. آمین. بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگه دارد و بی عیب و با شادی عظیم در حضور پر جلال خود حاضر سازد، بر آن خدای یکتا و نجات دهنده ما به واسطه عیسی مسیح خداوند ما از ازل حال و تا ابد جلال و شکوه و توانایی و قدرت باد. آمین.